إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. به نام پروردگار مهربانی و عدالت سلام بر یکایک شما همراهان مؤمن و محترم رسانه جهانی هادی. با به وقت بیداری در شامگاه شهادت حضرت امام علی علیه السلام در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحال هستیم که توفیق خدمتگزاری شما ایزان به بنده و همه همکاران پرتلاش هم در این رسانه جهانی در این شب بسیار ویژه خداوند نصیب کرد. شما که با روزداریتان این روزها مدال پررنگ و پر افتخار بندگی خدا را به گردن آویختین، از شما التماس دعا دارم. مطابق چهارشنبه شبهای قبل، امشب هم در خدمت استاد محترم کارشناس علوم دینی جناب حاج آقای رمضانی هستیم. سلام علیکم استاد، عرض تسلیت دارم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما مجری محترم سلام عرض میکنم و همینطور به همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند سبحان طلب میکنم به همه ما توفیق طاعت و بندگی را مرحمت بفرماید و همچنین این مصیبت عظما را به همه حق طلبان و عدالت طلبان و همه محبان اهل بیت تسلیت عرض میکنم. خداوند ما را با امیر مؤمنان بیشتر آشنا بفرماید و ما را در عمل به کلمات این بزرگوار توفیق مرحمت بفرماید انشاءالله. سلامت باشین. امشب شام شهادت مولا امیر المؤمنین علیه السلام و آن تجسم عدالت خواهی بر روی این کره خاکی، آن خاطره، بهترین خاطره عدالت خواهی در ذهن همه انسان هاست و از اونجایی که همراهان منتظر هستند تا با حضور حضرت عالی باز هم یک برنامه داشته باشیم در مورد عدالت خواهی، در مورد بحث‌های عدالت اجتماعی، حقوق اجتماعی و شاید و حتماً بهترین الگوی ما برای همه این بحث‌ها خود مولا امیرالمومنین هستند. موضوع برنامه امشب به ویژه مناسبتی همین امشب قرار دادیم و می‌خواهیم امام علی علیه السلام به عنوان نماد عدالت خواهی را انشاءالله کمی بیشتر باهاش در موردش صحبت کنیم. و سوال اولی که از شما داریم این است که جایگاه عدالت در اسلام چی هست استاد؟ بله، خب من قبل از اینکه جواب این سوال شما را بدم عرض میکنم که خب بحث هم عدالت و هم امیر مؤمنان و عدالت امیر مؤمنان به عنوان نماد عدالت یک بحث بسیار دامنه‌دار و گسترده‌ای هست که ساعت‌ها وقت می‌طلبه و کتاب‌های متعدد در زمینه نوشته شده. یک کتاب بسیار زیبا که خب ای از جهاتی زیبایی خاصی داره، کتابی است که یک مسیحی نوشته، جورج جورداق، به نام امام علی صوت العدالت الانسانیه، در 5 جلد و جزء هست که خلاصه هم شده. کتاب تقریبا حدود 65 سال قبل نوشته شده. خوبی این کتاب اینه که بدون تعصب نوشته، یعنی نمیتونیم بگیم که جانبداری از یک گروه خاصی کرده. او چیزی که خودش به نظرش رسید از لابلای کتاب‌ها و تاریخ درآورده همون نوشته. وقتی نگاه میکنیم ببینیم که دید جهانی به امیرالمومنین یک دید الگو محوری و نماد عدالت هست، یعنی یک شخصی که از خارج دین اسلام نگاه میکنه به شخصیت امیرالمومنان، عدالت را برجسته ترین ویژگی او شخصیت میدانه. اما به طور خلاصه عرض میکنیم که بله، بالاخره به تعبیری اسم ما هم در جمله ذاکران و به تعبیر پیروان امیرالمومنان ثبت بشه. در ارتباط با جایگاه عدالت در اسلام من فقط به 2 آیه اشاره میکنم، یعنی 2 نکته اشاره میکنم.
یکی ای که خداوند اصلا هدف بعثت انبیا را در قرآن کریم عدالت محوری و اجرای عدالت بیان فرموده، ای که خداوند پیامبران را فرستاده، ای که خداوند قرآن و کتاب‌های آسمانی را فرستاده، 124,000 پیغمبر و کتاب‌های مختلف، هدف اینها چی بوده؟ قرآن می‌فهمه هدف این بوده که در جامعه عدالت برقرار بشود، مردم عادلانه زندگی بکنند، در جامعه عدالت گسترش پیدا بکند. در قرآن کریم می‌فرماید در سوره مبارکه حدید آیه 25، بله، ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات، ما فرستادیم پیامبران خود را، رسولان خود را با دلائل آشکار بینات، و انزلنا معهم الكتاب، با انبیا با رسولان کتاب فرستادیم، دستور العمل فرستادیم، وحی فرستادیم، و المیزان لیقوم الناس بالقسط، با انبیا در کنار کتاب میزان فرستادیم. میزان یعنی حقوق، یعنی حدود، حدود را بیان کردیم، حقوق را بیان کردیم، استحقاق ها را بیان کردیم. چرا این کار کردیم؟ پیامبر فرستادیم، کتاب فرستادیم، حدود را مشخص کردیم، حقوق را مشخص کردیم. لیقوم الناس بالقسط، تا انسان ها به قسط قیام کنند، عادلانه حرکت کنند، عادلانه زندگی بکنند، به حق هم دیگر تجاوز نکنند و از حدودی که بر انها مشخص شده پارا فراتر نگذارند. یا در سوره مبارکه الرحمن، خداوند از آیه اول تا نهم بسیار زیبای بحث عدالت محوری در کل عالم خلقت ترسیم میکنه تا میرسه به زمینیان. میفرماد بسم الله الرحمن الرحمن، خداوند مهربان. خود این سوره با رحمت شروع شده. علم القرآن، خداوند به انسان قرآن را تعلیم داد. قرآن برترین کتاب آسمانی و وحی آسمانیه. خلق الانسان، انسان را آفرید. یبتیر که یک نکته ظریفی هست که چرا اول قرآن را فرمود تعلیم داد بعد انسان را فرمود خلق کرد، با اینکه بعد اول انسان خلقت کرده بعد قرآن تعلیم. این به خاطر اهمیت جایگاه قرآن کریم هست که در اینجا قرآن مقدم شده بر خلقت انسان. خداوند رحمان قرآن را تعلیم داد، انسان را آفرید، علمه البیان، به انسان نطق داد، توان گفتگو داد. الشمس و القمر و به حسمان، آسمان که نگاه میکنیم ماه و خورشید بر اساس عدالت و حساب حرکت میکنن. شب و روز بسیار دقیق است، ماه و سال دقیق است، حتی میتونن منجمین سالهای آینده رو پیش بینی بکنن بر اساس همین نظم و عدالتی که در عالم هستی در آسمان ها وجود دارد. النجم و شجر و یسجدان، درختان و گیاهان در برابر خداوند به عدالت خداوند سجده می کنند و فرمان بر هستند. و سما رفعها و وضع المیزان، خداوند آسمان را بلند کرد، آسمان را آفرید، رفیع قرار داد و میزان را قرار داد. الا تطغوا فی المیزان، تا شما در میزان طغیان نکنید. این یک نکته ظریفی خدمت شما عرض بکنم. ای که فرمود آسمان را بلند کرد و رفیق را داد و میزان را قرار داد، دو تا احتمال میره. یکی ای که ای میزان را قرار داد یعنی خود آسمان بر اساس میزان رفیع شد و جهان بر اساس عدالت برقرار هست. اگر سر سوزن جا به جا بشه این نظم عالم به هم میرزه. ای که در روایت هم دارن که بالعدل قامت السماوات، با عدل است که آسمان ها برقرار هست. یا هم به این معنیه که میتونیم این رقم احتمال بدیم که و سماع رفعه ها، آسمان را بلند کرد، و وضع المیزان یعنی زمین را آفرید. به زمین میزان گفته شده، به چه اعتبار؟ به اعتباری که در این زمین انسان ها زندگی میکنن و در بین انسان ها حقوق هست، عدالت هست و میزان هست. به اعتبار این جزء به کل زمین میزان گفته شد. بله، خب این میزان را آفرید. چره؟ الله تطغوا فی المیزان. این همه مقدمات، خلقت آسمان، خورشید، زمین، درختان، گیاهان و زمینه زندگی انسان در این جهان، الله تطغوا فی المیزان، تا شما در حقوق همدیگر به همدیگر تجاوز نکنید. بله، بسیار.
و رعایت حدود الهی را بکنید. بعد فرمود الله تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط، وزنها حقوق و عدالت و حدود را با قسط و عدل برقرار کنید. ای پس میتونه بگیم یک مختصری از جایگاه، یا پیامبر فرمودن که عدل ساعت خیر من ستین من عبادت ستین سنه، یک ساعت اگر کسی عادلانه عمل بکنه، عادلانه، از عبادت 60 سال برتره. بسیار تشکر. مقدمه که حضرت عالی فرمودید و پاسخی که به سوال اول برنامه دادید، کمکی که از آیات نورانی قرآن کریم گرفتید و چقدر زیبا به بحث عدالت و میزان و قسط در قرآن کریم اشاره کردید، بسیار بنده و همه همراهان راغب کرده تا ادامه برنامه را در این گفتگوی ارزشمند انشاءالله پی بگیریم و انشاءالله نکاتی که حضرت عالی می‌فرمایید مورد توجه همه عزیزان واقع شود. با شما هستیم استاد. به وقت بیداری در شام شهادت امیرالمومنین علیه السلام به شما تسلیت عرض میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا مولای یا امیرالمومنین. چه افکار خوشی می پرورانم در سرم قطعاً، که با شیرینی یادش همیشه بهترم قطعاً. بغیرش هستی دنیا به یک ارزن نمی ارزد، گرفتارم، گدایم، مبتلای حیدرم قطعاً. خدا را شکر، خدا را شکر، تقدیرم به زیبایی رقم خورده که تا پایان عمرم ریزخار این درم قطعت. از اسمش نور میبارد، از اسمش نور میبارد، چه ایوانی نجف دارد که روزی می کشد ما را صفای آن حرم قطعت. محبت ریشه می خواهد، ارادت حکمتی دارد. محبت ریشه می خواهد، ارادت حکمتی دارد، مرا سویش کشانده شیر پاک مادرم قطعت. قلافش پلک و چشم دلربایش تیزی شمشیر، به یک نیمه نگاهش می دهد بال و پرم قطعاً. بجز او در دو عالم هیچ کس ساقی کوثر نیست. بدادم می رسد، بدادم میرسد، بدادم میرسد آن لحظه های آخرم قطعت. سکوت میوزد و بادها پریشانند و در بدر همه در کوچه های بارانند. شبست و تشنگی نخل ها نمی خوابند، یتیم های خدا هم گرسنه می مانند. قنوت نافله ها هم ز درد می سوزند، به یاد مسجد و محراب نوحه می خوانند. هزار آدم آواره پشیمان گرد دوباره منتظر سوره های انسانند. درود و احترام ویژه محضر یکایک شما همراهان بسیار نازنین، شما که در شامگاه شهادت مولای من حضرت امام علی علیه السلام همراه برنامه خودتان هستید. نمبر مثبت 964-780-255-4013 برای شما ایزان آشنا هست. بنده وظیفه خودم می دانم که باز هم
نمبر ارتباطی را یادآوری کنم تا حتما از این طریق با ما در ارتباط باشین. روزهای ماه مبارک رمضان مانند صحابی از پی هم می گذرند و فرصت ها رو به پایان است. انشاءالله که همه ما توفیق استفاده از این فرصت ها را بهتر و بیشتر پیدا کنیم. جناب استاد رمضانی عزیز، در بخش اول شما بسیار دقیق از آیات قرآن کریم استفاده فرمودید و در آخر هم یک روایت بسیار ارزشمند از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودید در مورد جایگاه عدالت در اسلام. سوال بعدی است که مهمترین سیاست حکومت علوی چه بوده؟ بله، میتونیم بگیم که در حقیقت مهمترین سیاست حکومت علوی برقراری عدالت بوده. این از زاویه های مختلف میتونیم بررسی بکنیم. این در حقیقت در دیدگاه وجود مقدس امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، حکومت یک وسیله است. حضرت به حکومت به عنوان یک هدف نگاه نمی کنند، بلکه حکومت را به عنوان یک وسیله برای برقراری عدالت نگاه می کنند. و اگر میگن او حکومتی که نتونه عدالت را در جامعه برقرار بکنه، او حکومت و بال گردن انسان هست و بازخواست میشه از او حکومت. در او وقتی که بالاخره زمینه فراهم شد و مردم از اطراف مختلف به حضرت هجوم آوردن که باید شما این سکان حکومت را به عهده بگیرید، تاریخ را نمیخوایم اشاره بکنیم، خب جریان هایی شد، مدتی حضرت در خانه نشستن و گرفتاری هایی بود، ولی مردم ای احساس کردن که حال دیگه تشنه هستن به همو عدل علوی و عدالت علوی. حضرت بعد از اینکه دیدم خب همه خواهان ای هستن، یک جمله بسیار زیبای فرمودن و ما از این جمله میتونیم که در حقیقت او عدالت محوری حضرت امیر را و هدف اصلی حضرت از برقراری حکومت را بدانیم که عدالته. فرمود لولا حضور الحاضر، اگر نبود این که مردم مشتاقن و به تعبیری خواهان اجرای عدالت هستند. و قیام الحجه به وجود ناصر، یار پیدا شد، ناصر هست. وقتی ناصر هست، رهبر و فرد عالم و فقیه باید اقدام بکند. اینه که میگه ما منتظر امام زمان هستیم، این وجود ناصر باید باشد، حضور الحاضر باید باشد، مردم حاضر باشند، ناصر و یار باشد، امام قیام می‌فرمایند. و ما اخذ الله علی العلماء، و اگر نبود که خداوند از عالمان و فرهیختگان پیمان گرفته است. چه پیمان گرفته؟ الله یقر رو، ای که صبر نکنند، علی کذت ظالم، بر شکمبارگی ظالمان، ای که ظالمان خوب زندگی بکنند، اموال قصب بکنند، و سقب ولا سقب مظلوم، و مظلومان گرسنه بمانند، فقیر بمانند، ستم بشه به اونها. نباید فقیهان، عالمان، وارستگان در برابر این صحنه سکوت بکنن. اگر او حضور مردم نبود، ناصر پیدا نمیشد که الان پیدا شده. و اگر این پیمان خداوند نبود، من چه کار میکردم؟ لألقیت حبلها علی قاربها، من یک تشبیه میکنم به شتر، میفهمن افسار و مهار این شتر رو به کوهان او میافکندم، این رهایش میکردم به دنبال هدف خودش بره. من هدف من حکومت به عنوان یک هدف اصلی نمی باشه. در واقع حضرت با این پاسخ و با این توضیحی که به مردم آن زمان می فرمایند، در واقع آن دلائل قبول کردن او حکومت و در واقع آن اصرار مردم برای حکومت، در واقع ایشان دارن تبیین می فرمایند که فکر نکنید که من به دلائل دیگری غیر از اینها برای شما می خواهم بالاخره حکومت کنم و اداره ای جامعه را به دست بگیرم. بله، در حقیقت همینه. و اتفاقا فرزندشان وجود مقدس صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم همین سیاست را دارن که میفرمایند وقتی حضرت بیاین، او جهانی که پر از ظلم و داد شده است، او را پر از قسط و عدل میسازن. یعنی هدف همینه. و بعد حضرت فرمایند اگر چنین نبود، در نزد من این حکومت بر شما و حکومت الله کل جهان که به من حساب بکنید در به من رو بیاره، از آب دهان بزی که اگر عدسه بکند در نزد من ارزش او کمتره، مگر ای که من حقی را به جای خود بازگردانم.
و از ستمگری حق مظلومی را بستانم. به این جهته که این حکومت مقدس میشه. بعد حضرت فرمودن که من اگر قیام بکنم برنامه من اینه. لذا میبینیم که حضرت در این راه بسیار مقاومت کردن و تا پای جان، تا او حدی که بزرگواری گفته است که قتل فی محرابهی لشدت عدله. علت شهادت حضرت امیر مؤمنان چی بود؟ شدت عدل حضرت بود. چی رقم؟ خب برنامه های حضرت بعد اشاره میکنه انشاءالله. او کسانی که تاب عدالت علوی را نداشتن، او کسانی که عادت کرده بودن به ای که زیاده خواه باشن، به ای که به منصبهایی بدون لیاقت دست پیدا کرده بودن و حضرت خب عدالت، اجرای عدالت هزینه می طلبد، برنامه می طلبد. وقتی حضرت برنامه های خودشون پیاده کردن، همو کسانی که اطراف بودن و اول آمدن دست دادن بیعت کردن دشمن حضرت شدن. اصلا جنگ هایی که بعد حضرت تحمیل شد، سه تا جنگ بسیار کمرشکن و بسیار بزرگ، این جنگ ها جنگ هایی بود که از پی عدالت خواهی امیر مؤمنان برخاست و از پی ای که عده‌ای نتوانستن عدل علوی رو تحمل کنند. اونها دنبال امتیازاتی بودن که حضرت امیر قبول نمی کرد. استاد برخی از جلوه های عدالت علوی رو برای ما بیان بفرمایید. من این نکته دیگه خدمت شما اشاره بکنم. یه وقتی از حضرت علی پرسیدن که آقا الجود و افضل ام العدل، عدل بهتر یا جود؟ خب هر دو تا صفت خوبیه، هم عدل خوبه هم جود. به نظر ما چی میرسه؟ ممکنه به نظر برسه که ما بگیم خب جود بخشندگیه دیگه، حالا مقامی برتر از عدله. عدل اینه که به تساوی به حقوق هر کسی رو بدیم و تجاوز نکنیم به حق کسی. جود اینه که بیشتر بدیم به او، شاید به این به نظر برسه. ولی دیدگاه حضرت علی رو ببینید، آقا فرمودن به دو دلیل عدل افضل است، او هم جود هم خوبه ولی عدل افضل است و اشرف است. یکی به این دلیل که یک سیاست عمومی است، جامعه را آرام میسازه، امنیت پیاده میکنه، اما جود این نقش نداره. یعنی در یک جامعه ای که آشفته باشه، باز هم جود او فضل خودش داره، به فقرا انسان برسه، به رسیدگی بکنه، ولی جامعه را نمیتونه جود به عدالت، به امنیت برسانه و مردم را به آرامش برسانه. این عدل است که این کار میکنه. و دوی که عدل امور را در جای خودش قرار میده، منصبها را، حقوق را رعایت بکنه، ولی جود او توان را نداره، یک فضیلتی هست. بنابراین نگاه میکنیم فرمودم که فل عدلو اشرفه همو، عدل افضله و اشرفه. و اما برنامه هایی که حضرت در اجرای عدالت در جامعه پیاده کردن بسیار متنوع است. من چند تا اشاره میکنم. یکی از برنامه هایی که حضرت داشتن رسیدگی به فقرا و بینوایان و مساکین بود. این در از اول حکومت علوی تا زمانی که حتی او شبی که شربت شهادت نوشیدن در سیره حضرت بود، در نامه هایی که نوشتن به والیان خود، در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتن، حتی در آخرین وصیتی که حضرت فرمودن به فرزندان خود، این رسیدگی به فقرا، نیازمندان و زمینگیران بسیار موج میزند. به عنوان مثال حضرت فرمودن که ان الله سبحانه و تعالی، خداوند سبحان در اموال اغنیا حق فقرا را قرار داده و در جامعه فقیری فقیر نیست مگر ای که یک ثروتمند حق او را نداده و از با حق او زندگی خودش جلوه های میده. اگر حق فقرایی که در اموال ثروتمندان است داده بشه، فقیری در جامعه باقی نمیمانه. این یک حدیث. یا فرمود الله الله فی طبقت السفلا، در نامه‌ای که نوشتن فرمودم خدا را در نظر گیرید در ارتباط با طبقه مستضعف، او طبقه‌ای که کسی به اونها توجهی نمی‌کنه، من الذین لا حیلت لهم، کسانی که چاره ندارن، کاسبی خاصی ندارن، کار مریض هستن، زمینگیر هستن یا درآمد اونها کافی نمی‌باشه. نامی که حضرت نوشتن به مالک اشرف، و انظر الی من اجتمع عندک، از این مالی که در نزد تو
در بیت المال جمع است، فقرا را رسیدگی بکن، در جامعه تو سعی کن فقیری نباشه. این یکی از برنامه هایی که خب میتونه بسیار روی ای بس بکنیم، ولی خب از این عبور میکنیم. بله. دو ای بود که حضرت رعایت انصاف نسبت به بندگان خداوند را سر لوحه کار خود قرار دادن، هم خودشان نسبت به دوست و دشمن و هم به والیان سفارش میکردن که نسبت به مردم انصاف داشته باشید. این رقم نشه که ای چون قوم ما هست، ای از طایفه ما هست، ای بیشتر به تعبیری به او برسید. یا اگر در مسئله حقوقی هست بین دو نفر تبعیض قائل نشید. وجود مقدس از همین فرمودن که انصف الناس من نفس، به مالک فرمودن ای مالک نسبت به مردم انصاف به خرج بدیم. فانک الا تفعل، اگر این کار نکنی تظلم، ظالم خواهی بود. بعد فرمود ولیس شیء ادعا الى تغییر نعم الله، فرمود هیچ چیز نیست که به اندازه ظلم نعمتهای الهی را تغییر بده. یعنی او چیزی که جامعه را خراب میکنه، از ریشه خراب میکنه، نعمتهای خدا را از بین میبره، امنیت از بین میبره، آبادی ها را از بین میبره، ظلم است. بله. فرمود ولیس شیء ادعا الى تغییر نعمت الله ولا و تعجیل نقمتی من اقامت على ظلم، ای که انسان ظالم باشه. الحیف یدعو الى السیف، حیف و میل ظلم به شمشیر و جنگ منتهی میشه. بله. و انصاف است که جامعه را به آرامش میرسانه. بسیار تشکر استاد عزیز. ادامه گفتگو در بخش سوم انشاءالله پی میگیره. انشاءالله با شما هستیم به وقت بیداری در شام شهادت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بأمید آمدم خانه خرابم نکنی همه کردن جوابم تو جوابم نکنی بارها آمدم و باز مرا بخشیدی با کلام برو این بار خطابم نکنی همه هستی من این قطره اشک است خدا وای اگر رحم بر این چشم پرآبم نکنی به ثوابی که ندارم چه امیدی بندم آب چون نیست طلب کار سرابم نکنی به گمان همه من بنده خوبی هستم پیش چشم همه آری ز نقابم نکنی
دیگر برایم دلخوشی معنا ندارد، وقتی تو را بابای من دنیا ندارد. رفتی یتیم بیقرار شهر کوفه، حس کرد تازه طفلکی بابا ندارد. رفتی برای زینب تو خستگی ما، دیگر پرستارت به پیکر نا ندارد. خونت نوشته گوشه محراب مسجد، این کوه طور عاشقی موسا ندارد. بازم تسلیت عرض میکنیم به شما عزیزان همراه. بسیار خوشحال هستیم که در این برنامه شما عزیزان همراه ما هستید. اگر این برنامه را همراهی میکنید که ما افتخار میکنیم به این همراهی، و اگر فرصت نکردید و این برنامه را در این لحظه از رسانه جهانی هادی دریافت کنید، در فضای مجازی از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب میتوانید با سرچ کردن موضوعی برنامه امشب به آن دسترسی پیدا کنید. حتما دنبال کننده برنامه های خودتان در رسانه جهانی هادی و به وقت بیداری در فضای مجازی باشید. دنبال کردن شما از این برنامه باعث افتخار بنده و همه همکاران و دست‌اندرکاران تهیه و تولید برنامه ها می باشه. تسلیت عرض می کنیم. شام شهادت حضرت مولا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام و شما عزیزان همراه. جناب استاد رمضانی، در این بخش سعی می کنیم که بیشتر از فرصت استفاده کنیم و سوالاتی که مادر از شما پرسان کنیم. سوال بعدی ما است، البته اگر از جواب سوال که در بخش دوم پرسیدیم پاسخی نمانده، آثار عدالت چی هست؟ بله، من اون سوال قبلی شما رو یک مقدار توضیح بدم با توجه به که فرصت ما اندک می باشه. من دیگه احادیثش اشاره نمی کنم، فقط عنوانهایش اشاره می کنم که اگه باز بیننده های محترم انشالله طالب ای بس بودن مراجعه کنن و تحقیق بکنن. بسیار بحث زیبایی هست. گفتیم برنامه های حضرت برای اجرای عدالت در جامعه توجه به فقرا بود و این بود که انصاف نسبت به بندگان خدا من رعایت بشود، بین حتی دشمن و دوست فرق در رعایت انصاف گذاشته نشود، بین اقوام تبعیض قائل نشود و همین رقم. یکی برابری فرصت ها بود، حضرت بر اساس استحقاق و لیاقت فرصت ها را برای همه مهیا کردند و جایگاه هر شخص بر اساس لیاقت او تنظیم فرمودن، و این رقم بود که خیلی از او کسانی که به دنبال امتیاز بودند، نه به خاطر لیاقت خود، به خاطر اینکه قبلا مقام هایی داشتند و فکر میکنن در حکومت علوی هم به این مقام ها میرسن، خواهان تبعیض بودن، خواهان برتری بودن، و حضرت اینها را لائق نمیدانست. جنگ ها به پا شد. خب این سیاست و تز حضرت بود که باید در جامعه بر اساس لیاقت ها منصب ها توزیع بشه. از برنامه حضرت این بود که اجرای قانون برای همه باشد، نه فقط در حق ضعیف قانون اجرا بشه، اما انسان های قوی، قدرتمند، انسان هایی که جایگاه اجتماعی بالایی دارن اونا رو قانون متعرض نشه، هرچه فساد کردن کار به اون کار نگیرن. حضرت اتفاقا از سران زورمندان شروع کردن، کسانی که برای خودشان زندگی ترتیب داده بودن، از اونها اصلاحات شروع کردن. حتی گاهی به حضرت پیشنهاد آقا میگفتن ایک فلانی باشه به همین پستش باقی باشه، به همین مقام خودش، کار نگیریم به او، حکومت متشنج میشه. فهمیدم نه، در حکومت من این جایگاه باید به شخص لایق سپرده بشه. یا میگفتم آقا به فلانی بیشتر بدن، او اگه کم بدن به هم میریزه برنامه هایتان. گفتم نه، عدالت باید برقرار بشه. بعد اگه استحقاق او بود به او بیشتر میدادیم و نزاهای برپا شد. یکی از برنامه های حضرت این بود که حضرت میفرمود به خدا قسم قوی در نزد من ضعیف است تا من حق را از او بستانم، و ضعیف در نزد من عزیز است تا من حق او را به او برسانم. یکی از برنامه های حضرت اجرای عدالت قضایی بود. بسیار حضرت در این قسمت تلاش فراوان کردند، آیین دادرسی را برای اولین بار مطرح کردند، چه رقم شهود شهادت بدن، به چه رقم رسیدگی بشود، بسیار منظم. و فهمیدم که شهود تنهایی تک تک به حضور قاضی
آورده بشن که اینا تبانی نکنن یک حرف همه با هم، بلکه از هر کدام به نحوی پرسیده بشه تا حقیقت مشخص بشه. صفات قاضی را حضرت بیان کردن در اون نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتن، فرمودن که قاضی که انتخاب میکنی چه رقم باید باشد، چه کسانی رو به این مقام انتخاب بکنی و این قاضی چه ویژگی هایی داشته باشه. ما در بحث های قبلی رو به نظرم بله، اشاره کردیم بله. صفات قاضی رو بیان کردیم از دیدگاهی. ذکر این نکته ضروری هست که تمام فرمایشاتی که جناب استاد میفرمایند در مورد قضاوت های امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم ما در چند برنامه به صورت ویژه بررسی کردیم با حضور استاد و شما می توانید به این برنامه ها دسترسی داشته باشین. بسیار آسان هست دسترسی، با سرچ کردن موضوع برنامه در فضای مجازی می توانید به موضوع قضاوت های امیرالمومنین و شگفتی های قضاوت ها، نظم قضاوت ها و آن آثار قضاوت ها انشاءالله شما هم پی ببرید. یک برنامه دیگه ازت این بود که حضرت به امور بازار شخصا رسیدگی میکردن، به قیمت ها، به احتکار، به حتی به وزن ها، به پیمانه ها حضرت دقیق رسیدگی میکردن به این نفع که در جامعه ظلمی نباشد، ستمی نباشد، گران فروشی نباشد، احتکار نباشد. و یکی هم برنامه های اقتصادی حضرت بود، بسیار در جنبه برنامه اقتصادی حضرت کوشا بودن، جهت آبادانی سرزمین ها، جهت رشد تولید، جهت رشد کشاورزی و بله، تولیدات و استفاده درست از بیت المال و به جا مصرف کردن و کسانی که در بیت المال قرار می گیرن چه ویژگی هایی دارن و چه سختگیری هایی حضرت نسبت به اونها اعمال کردن. این مجموعه بود از برنامه های عدالت محوری حضرت و اجرای عدالت. و اما آثاری که عدالت میتونه داشته باشه بسیار فراوان است. در یک حدیثی وجود مقدس امیرالمومنان به سه اثر اشاره کردن، فرمودن یکی از آثار عدالت اینه که زندگی مردم به قوام میرسد، جامعه آرامش و اطمینان پیدا میکنه. دو، پیشگیری از ظلم و گناه و جرم میشه. بسیار یک جرائم به خاطر اینه که در جامعه عدالت برقرار نمیباشه. و سه، رشد اسلام و دین وقتی میشه که عدالت در جامعه برقرار بشه. اگر جامعه مسلمان عادل بود او بهترین تبلیغ است برای اسلام، ولی در جامعه اسلامی ظلم بود او باعث سقوط اسلام میشه. فرمود جعل الله سبحانه العدل قواما للانام، قوام یعنی باعث آرامش، ایستادگی و ماندگاری جامعه میشه. و تنزیها من المظالم والآثام، باعث پیشگیری میشه از ظلم ها و گناهان و جرائم. و تسنیتاً للاسلام، باعث رشد و رفعت اسلام میشه. در روایت دیگر فرمودن که اصلاح مردم جز با عدل ساخته نمیشه و به وجود نمیاد. یعنی از آثار عدالت اینه که مردم سامان پیدا میکنن، زندگی مردم سامان پیدا میکنه. فرمود بالعدل تصلح الرعیه، اصلاح مردم با عدالت. و از همه مهمتر و آثار اثر بسیار مهم عدالت حیات جامعه است. فرمود بالعدل حیاتون، عدل حیات جامعه است. در یک جامعه ای که عدالت برقرار باشه او جامعه زنده است. اگر در جامعه عدالت نباشد به فرموده امیرالمومنین او جامعه مرده است. مرده های متحرک در جامعه ای که ظلم حاکم باشد مردم او جامعه در حقیقت زندگی نمی کنن، بلکه عمر به نحوی به سر می برن. استاد قبول دارین که گمشده این روزهای جامعه بشریت عدالت هست و چقدر ما نیازمندیم به بازبینی دوباره دیدگاه های امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم، نوع حکومت داری ایشان و نوع عدالت اجتماعی که ایشان برقرار کردن، هرچند کوتاه ولی الگویی هست برای همه مردم دنیا، نه تنها مسلمانان بلکه همه کسانی که دنبال عدالت هستند. و انشاءالله که فرصت باشه که واقعا اینها بررسی شه و با حضور اساتید محترمی مثل شما بتوانیم بیشتر به این موضوعات بپردازیم. بله، حقیقت مطلب همینه که اصلا عدالت در فطرت انسانها قرار داره. در همون خطبه اولی که حضرت امیر در نهج البلاغه فرمودن، اونجی هم همین مسئله هدف بعثت انبیا رو بیان کردن. بله. که انبیا آمدن لیستعدوهم میثاق فطرته. بله. تا میثاق فطرت به یاد انسانها بندازن. میثاق فطرت چیه؟ همینه که عادل باشن، حقوق را رعایت بکنن،
در برابر خداوند متعال تعظیم بکنن. جملات پایانی شماست، یک دقیقه وقت داریم. در ارتباط با تبری حضرت از ظلم بسیار احادیث و روایات عجیبی داریم. از فرمود به خدا قسم، اگر هفت اقلیم زمین و آنچه در زیر آسمان است به من داده بشه که من یک بستم، یک پر جوی را، پست جوی را از دهان مورچه‌ای بستم، بستانم نمی کنم. و بسیار نسبت به ظلم و تعدی ابراز تنفر کردن. امیدوارم خداوند به ما توفیق مرحمت کند جمال عدل مهدوی را ببینیم که همو عدل علوی است انشاءالله. بسیار تشکر. امشب هم با حضور شما، با همراهی بسیار زیبای عزیزان، برنامه ما در شام شهادت امیرالمومنین علیه السلام معطر شد به عطر خوشبوی علوی. انشاءالله خدا خیرتان بده. از شما التماس دعا داریم استاد. تشکر. سلامت باشین. از شما همراهان محترم هم تشکر میکنیم. همراهیتان بسیار ارزشمند بود و افتخاری بود برای بنده و همه همکاران پرتلاشم در این رسانه جهانی. شما که کم کم آماده میشید تا انشاءالله یک شب دیگر رو به عبادت و مناجات در این ماه مبارک بگذرانید، از شما التماس دعای مخصوص داریم و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم.